اگر بخوایم یکم آشنا بشیم با محیط نرم افزار موکا پرو، به این صورت باید توضیح بدیم که این نرم افزار، نرم افزار تولید تصویر به اون صورت نیست. نرم افزار کمکیه، یعنی میاد و کمک میکنه به شما روی ویدیوهایی که موجود دارید، به این صورت که یک بخشیش رو در واقع یک کار خاصی باش میکنه. قرار نیست ما با این نرم افزار مثلا انیمیشن تولید کنیم یا ویدیو تولید کنیم. در افتر هستیم، در پریمیر هستیم، یک تکه‌ای در واقع از اون ویدیو رو میخواییم تغییری بدیم، ادیت کنیم، یا به عنوان مثال حالا بعدا یاد میگیریم چیزی اضافه کنیم، چیزی کم کنیم. پس غالبا نرم افزار کمکی تلقی میشه. حالا اگر توش کاری بکنید که بخواید ذخیره کنید و فردا صبح کارتون رو ادامه بدید، با چه پسوندی کار میکنه؟ من اول از همه یک نیو پروژکت میزنم. خب اولین کاری که بکنم باید یه ویدیو در اختیارش بذارم. من میرم در مثلا پارتیشن دیم، خبر دارم که یک جایی یک ویدیویی دارم که یک اشکالی داره و میخوام اونو در واقع درست کنم. به عنوان مثال من اینجا در قسمت این قسمت یک ویدیو دارم، میارمش، باز میشه. خب اسم ویدیو، لوکیشنش روی هارد دیسک چیه، ایمپورت شده، اسمش اینه، خیلی اسمش بلنده، و اینجا میگه که از چه فریم تا چه فریمی میخوایی روش کار کنی. شما ممکنه بگی من از مثلا فریم 100ش کار دارم تا فریم مثلا 400ش، میتونی بازه بهش بدیم. البته که میتونیم از توی افتر یه تیکه رو برداریم بیاریم بذاریم اینجا، نخواد اینجا مشخص کنیم، چون اینجا الان داریم یک ویدیو رو از رو هارد دیسک میخونیم. میتونیم یه ویدیو دیگه اینجا اد کنیم، مثلا فرض کنید که این یکی، باز این یکی هم همینطور، مثلا میتونیم بگیم که ما از 300ش کار داریم تا 700ش، و باز بعدی و بعدی و بعدی، و میتونیم اینو دیلیت کنیم. حالا من یکی میارم. فریم آفستش 100 دیگه، یعنی مقداری که در نظر گرفتیم هل داده بشه به جلو. اینجا میتونیم آفست رو ریسیت کنیم که حالا اینا مباحث خیلی پیچیده تر و جلوتری. فریم ریتی که اینجا آورده خودش رفته از رو ویدیوی من تشخیص داده که چه فریم ریتیه و از پیکسل چه ساختایی رو تبعیت میکنه، HDA، HDVA و پیکسل ها در واقع از نظر اسپکتشون، یعنی نسبت عرض و طولشون چی هستن، که الان یک، یعنی هر یک نقطه روی اسکرین، مانیتور یا تلویزیون یک پیکسل خواهد. و اینجا هم شما میتونید در واقع اپر فیلد و لاور فیلد کار کنید که سیستم های قدیمی تلویزیونیه، الان دیگه پروگرسیوه و اینا رو کسی استفاده نمی کنه مگر در شبکه های فسیلی مثلا شبکه های قدیمی تلویزیونی. و ساختارشون بود که در آپر فیلد و لار فیلد تصویر به رج تبدیل می شد به سطرها و تصویر با فریم بعدی کامل می شد و مرتب اینجوری اینجوری در واقع فریم ها بازی می کردن. برای همین بود که تلویزیون قدیمی یه ذره دل میزد و اینجوری خط خطش دیده میشد. به هر حال اوکی میکنیم و بین 100 تا 400 این کلیپ وارد محیط موکا شد. محیط موکا رو میشه از اینجا تنظیم کرد در ویو. مثلا شما اینجا تصمیم میگیری که پارامترها نباشن، یه دفعه اون پایین پارامترها میرن، یا تصمیم میگیری پارامترها باشن. بنابراین موکا رو برای اینکه بخوای به اصطلاح چی بهش میگن سفارشی کنی، از اینجا میتونی استفاده کنی برای پنجره‌هاش. اما اینجا یه چیز جالبی داره، مثلا لی‌آوت 2 خودش یه مجموعه از پنجره‌ها رو میبنده و باز میکنه. لی‌آوت 3 شما میتونی بگی دیفالتش چه شکلی باشه، این دیفالتشه. خب
و بعد اینجا مثلا یه قسمت هایی داره کمکی، مثلا شما میتونید اینجا رو کم و زیاد کنید. ببینید حالا کار بعدی که ما میکنیم اینجا این هستش که میایم پروژه‌مون رو سیو میکنیم. سیو پروژه از، همونطوری که میبینید پسوند پروژه های موکا پرو موکاس، یعنی اینکه فردا صبح که بیه کار ادامه بدی همینجوری میتونیم تنظیمات تو ادامه بدی کار کنی باهاش موکا. اما خروجی که از اینجا میتونیم از این نرم افزار بگیریم، هم میتونیم اکسپورت بگیریم به صورت یک کلیپ رندر شده، هم میتونیم اکسپورت بگیریم از نرم افزارهای دیگه ببریم مثل لب 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 باید یک کارایی بکنم تا اینو بهم بده. حالا فعلا در نظر بگیرید که اکسپورتمون به صورت ویدیو خواهد بود. در پلاگین این نرم افزار اکسپورت مستقیما میره میشینه روی اپلیکیشن های پریمیر و افتر افکت. در اثر کار کردن با موکا معمولا کش شما پر میشه، حافظه میانی شما برای کار با نرم افزار پر میشه. اینجا میتونید کلیر بزنید و میگه پروژکت کش رو پاک کنم، میگم بله، مطمئنی میگم بله، همچنین هارد دیسک و هارد دیسک نه، حافظه کشتون، حافظه های سی پی یوتون در واقع جگرشون حال میاد. مسئله بعدی ساختار کاری این نرم افزاره، مثلا میتونه شبیه افتر افکت باشه کیبوردش، در واقع کیبورد شما واکنش هاش به کلید های به کلیک های شما این افتر میتونه سینما 4D، فیوژن و نوک باشه. خب من پروژه‌مو اینجا سیو میکنم و شما میبینید که یه دورم سیو شده ظاهرا اینجا کنار ویدیوهای من داره سیو میکنه. من خب باشه اینجا سیو میکنم. حالا مسئله بعدی اینجا توی کار ما show all overlays hide all control، یه لحظه میخوای کارتو ببینی میتونی اینجا اینو بزنی control shift h، میتونی اینو دوباره آزاد کنی. اینجا zoom to fit داری که همون control backslash علامت سواله، در after effect shift backslash. اینجا zoom جلو هم داری که بدون اون control میزنی. اینجا ویوپورتاتون هست که مثلا پنجره لایه ها رو به من بده. اومد رفت چی شد؟ آلت 4. به هر حال دکمه ذخیره، دکمه اوپن، دکمه نیو، این پنجره لایه ها خیلی بر ما مهمه در کارهای بعدیمون. ضمناً دقت کنید که در نسخه‌ای که الان من دارم برای شما در واقع کار میکنم، یعنی نسخه 5 که سال 2016 اومده یک سال پیش، اسم امکانات اینجا اضافه شده. خب نکته خاص دیگه نمیبینم. یه تولز که بحث خواهیم کرد موویه دیگه، باقی چیزها رو در حین کار ممکنه به ذهنمون برسه خدمتون بگم. ضمناً اینجا یه مرج پروژکت هم داره که پروژه خودشون میتونه ترکیب کنه. پریویوش هم که شیفت پیه به شما کاری که کردن نشون میده. اینجا یه قلتک تایملاین دارید که ویدیوتون رو میتونید خیلی باحال ببینید. درست؟ میشه در بازه‌ای که مشخص کردیم، بازه میزی هست 100 تا 400. اینجا چند مدل دکمه داریم، یه پلی یا همون ساختار اصلی اجراییشه که حالا تبدیل به رندر میشه گاهی، یک ساختار دیگه داریم ترکینگ که قبلا تو پلاگین ها گفتیم در پریمیر افتر، ولی خب در صورت یه چیزی رو میخواییم صفحه دنبال کنیم با این قسمت کار.
گود، ما با محیطش هم آشنا شدیم، اینا هم که دیگه چیزای خاصی نیست، علامت دست و یعنی دست اینجا داره مال به اصطلاح اون چیزایی که طراحی میکنید و اینا، اما این علامت دست مال خود کلیپ هست. اینجا شما اگر ذره بین رو بردارید و مثلا اینجا کلیک بکنید، میتونید عقب و جلو کنید. اینجا هم به قول معروف یک ویوپورتی هست که بهتون میده و چیز مهمی نیست، یعنی خیلی اینا در اصل کار موثری نخواهد گذاشت. دیگه نکته ای نمیبینم، بریم سر اصل کار.